آقای معماریان، از همین موضوع آخر شروع بکنیم که در رابطه با سگ‌های رها شده هست و رسانه‌های ایران به عنوان معضل از این سگ‌های رها شده یاد کردن. آیا اینطور که مسئولان حکومتی میگن معدوم کردن این جانداران تنها راه حل هست؟ ببینید، اصول داستان اینه که به هر حال لزوم مدیریت جمعیت سگ‌های رها شده یا ولگرد یا بدون صاحب وجود داره، ولی اینکه راهکار درست چیه دو تا بخش اولیه داره. یکیش مدیریت درست پسمانده، یعنی دسترسی به منابع غذایی باعثی تا جایی که میشه کاهش پیدا بکنه، تا اینکه ریپروداکشن ریت یا اون میزان تولید مثل رو بتونن کنترل بکنن، و دومش داشتن صاحب‌های مسئولیت پذیره، یعنی سورس ورودی سگ‌های ولگرد یا سگ‌های بدون صاحب به طبیعت یا حالا جاهای مختلف، این باید کنترل بشه. یعنی صاحب‌ها بایستی مسئولیت پذیر بشن در مورد حیوانی که دارن نگهداری میکنن، تا اینکه تولید مثلش مدیریت بشه، مدیریت بهداشتی بشن. این دوتا اصل اولیه است، و بعد از اینکه این دوتا اصل یا همزمان با اینکه این دوتا اصل اجرایی شد و بهش رسیدگی شد، بعد از اون میرسیم به راهکارهای بعدی مدیریت جمعیت که به هیچ عنوان یک راهکار نیست. در دنیا راهکارهای مختلف در مورد انواع مختلف سگ‌های ولگرد اجرایی میشه. ما سگ‌های فرال رو داریم که توی طبیعتن، سگ‌های حومه شهر رو داریم، سگ‌های کامیونیتی داریم که در داخل شهر همراه با انسان‌ها هستن. راهکار مدیریتی برای هر کدوم از اینها متفاوته، از گرفتن، عقیم کردن، جمع‌آوری کردن و حتی تا یک درصدیشون رو یوتانایز کردن و راحت کردن. ولی هیچ کدوم از این راهکارها به تنهایی در هیچ جای دنیا اگر تنها اجرا بشه و اون اصول اولیه اجرا نشه، یعنی مدیریت پسماند و صاحب‌های مسئولیت پذیر، هیچ کدوم موفقیت‌آمیز نخواهد بود در کنترل و مدیریت جمعیت اینها. بیشتر به طرح مجلس هم بپردازیم. در این طرح از سگ و گربه و لاک‌پشت به عنوان حیوانات خطرناک یاد شده. آیا واقعا اینطوره؟ خب نمیشه اینجوری به موضوع نگاه کرد و الزاماً حیواناتی که نام بردن نمیتونن خطرناک باشن، حالا چه خطر مستقیم، چه خطر انتقال بیماری یا هر چیز شبیه به اون. ولی اینکه ما به سه تا حیوان محدودش بکنیم هم اصلا اشتباهه، چون سه تا حیوان خانگی فقط نیستن، حیوانات متعدد دیگری هستن که تقاضای نگهداریشون به عنوان حیوان خانگی وجود داره. ولی اینکه بخوایم نگهداری از حیوان خانگی رو ضابطه مندش بکنیم، این میتونه خوب باشه. فقط این ضابطه چیه و چه ضوابطی باید اجرایی بشه، چون در بسیاری از کشورهای پیشرفته این ضابطه وجود داره، متعاقب انیمال ویلفر. یعنی یکی از اصول اصلیش اینه که شما اصلا توانایی نگهداری سگو داشته باشی، گربه رو داشته باشی، خرگوش رو داشته باشی، هر حیوانی که حیوان خانگی میتونه باشه. اصلا اول باید مشخص بشه چه حیواناتی میتوانند حیوان خانگی باشن، و بعد حالا اگر قرار ضابطه باشه، این ضابطه بر اساس توانایی نگهداری هم برای خود اون حیوان که بشه ولفرش و رفاهش رو رعایت کرد، هم برای جلوگیری از آسیب به جامعه، انتقال بیماری ها و بهداشت عمومی، همه اینها رعایت بشه. کلاً با چه هدفی این طرح داره مطرح میشه که شهروندان برای نگهداری حیوانات خانگی باید حتما مجوز داشته باشن؟ خیلی جزئیات بیشتری نیاز داره که ازش مطلع بشیم برای اینکه بدونیم هدف اصلی چیه. ولی یه نکته خیلی جدی رو بگم. اولا اینکه نگاه اینکه ما صورت مسئله رو پاک بکنیم به هیچ عنوان درست نیست و موفق هم نخواهد بود، در زمینه‌های مختلف هم نبوده. اینکه ما بگیم حیوان خانگی نباید داشته باشید اصلا امکان پذیر نیست. به هر حال آدم‌هایی هستن که دوست دارن این اتفاق بیفته و نمیتونیم هیچ وقت جلوش رو بگیریم. ولی از اون ور هم باید این رو بدونیم و قبول بکنیم که ما در ایران به علت اینکه این فرهنگ برامون ساخته نشده، فعلا فرهنگ درست نگهداری از حیوانات خانگی رو نداریم. اگر واقعا این طرح‌ها میخوان مسیر درستی رو برن، باید برن به سمت اینکه فرهنگ سازی بکنن برای نگهداری درست از حیوان خانگی، نه اینکه بخوان صورت مسئله رو پاک کنن و حذف بکنن و بگن اصلا حیوان خانگی نباید وجود داشته باشه. اگر به اون سمت بره، اگر ضوابط درست بر مبنای علمی برای حفظ رفاه خود اون حیوانات و همینطور برای حفظ
سلامت جامعه و آرامش مردم دیگری که الزاماً ممکنه دوست نداشته باشن حیوان خانگی داشته باشن، این ضوابط اگر به سمت درستی وضع بشه و باعث ایجاد فرهنگ درست نگهداری از حیوان خانگی بشه، کاملا کار خوب و مثبتی میتونه باشه. ولی اگه برعکس بخواد بره به سمت اینکه حذف بکنه صورت مسئله رو و بگه اصلا نه حیوان خانگی نباید باشه، هم امکان پذیر نخواهد بود، هم به مسیر درستی نمیره و هم در نهایت اگر فکرش اینه که جمعیت سگ‌های بدون صاحب رو بخوان با این موضوع یه جوری کنترل بکنن، به اون سمت هم نخواهد رفت. ممنونم از توضیحاتتون. ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش همراه ما بودید.